هیئت افغانستان تشریف آوردن بر ریاست وزیر خارجه افغانستان و همچنان فعلا آقای وحید الله ویسی که اینا همکاری اقتصادی با وزارت خارجه افغانستان دارن با ما هستن و اجندا و ملاقات هایی که صورت گرفته طبعا که با بینندگان گرامی شریک خواست ساختن. خوش آمدین آقای ویسی. میشه اول در مورد ملاقات هایی که دیروز ناوقت صورت گرفت با وزیر صاحب خارجه با رهبرای تعداد رهبرای جهان و همچنان اجندا امروز شما مهمتر است؟ تشکر یک جهان. بله، هیئت افغانستان دیروز مجلس های داشتن به رهبری وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان، ملاقات داشتیم با وزیر خارجه ایتالیا و همچنان ملاقات داشتیم با وزیر خارجه امارات متحده عرب و در امروز و روزهای آینده ملاقات های داریم با وزرا خارجه کشورهای منطقه و همچنان کشورهای جهان در سطح وزیرای خارجه. دیروز پیامایی که زیادتر ما از پیش وزرای خارجه داشتیم، زیادتر انعکاس همکاری های بیشتر با حکومت جدید افغانستان بود و عرض پیام های تمریکی به حکومت جدید افغانستان از طریق وزیر امور خارجه افغانستان بود و همچنان تاکید با بالای تداوم برنامه هایی که فعلا کشورها با افغانستان دارد. یک سوال اساسی است، شاید بینندگان بخواهند این سوال مطرح شود با هیئت افغانستان که امروز در افغانستان حکومت جدید اعلان شده، حکومت نو، رهبری نو دارند و هیئت افغانستان چی انعکاس یا چی یک مردم چی رهبرای جهان چی نو یک تاثرات خود شریک می ساختن که 3 ماه تقریبا در اونجا جنجال انتخاباتی بود و فعلا افغانستان رهبر دارن، آیا فکر میکنن که بازم کمک ادامه خواهد دادن یا چطور با این رهبری بتانن امو روابط بین المللی را و روابط خصوصا اقتصادی را که توقع دولت افغانستان است او را بیشتر قویتر و باثبات‌تر بسازن؟ اتر امیدی بود برای شما چیزی؟ بله کاملا. یک موضوعی را که من میخوایم خدمت شما عرض کنم است که افغانستان از اون موقعیت گذشته که تغییرات به صورت آنی باعث از این شود که تمام مسائل و تمام موضوعات امور از هم بپاشه. ما کنفرانس لندن داریم در ماه نوامبر، کنفرانس همکاری منطقه‌ای قلب آسیا داریم، باز در ماه نوامبر کنفرانس همکاری منطقه‌ای اقتصادی در ماه آینده خواهد داشتیم و همچنان کنفرانس اسپیکا داریم که افغانستان رهبری از اون به دوش داره در سطح منطقه. این تمام مسائل است که این کشورها خواستار از این هستند که این تداوم به شکل بسیار مثبتش و به شکل نرمالش پیش بره و این پیام ما از گفتارشان گرفتیم و توقع اونا چون شناخت بسیار خوب داشتن از رئیس جمهور منتخب افغانستان و همچنان رئیس اجرایی جمهوری اسلامی افغانستان که روز دوشنبه اینا تحلیف خواهد کردن، توقعشان بسیار مثبت بود. خب یک سوال دیگه است که حیات افغانستان یک موقع و فرصتی برای تمام رهبرای جهان مساعد میشه که در اطور یک جلسه جهانی بزرگ که یک از سازمانهای خوبتر است برشان که مسائل خود مطرح کنن، شما از جلب همکاری های اقتصادی هم یادآور شدین، آیا چیزی را مطرح ساختین که تهدیدهای بزرگ امنیتی که برای افغانستان متوجه است و هر روز در افغانستان خبرهای حملات انتحاری میآید و سرخط اخبار جهان در اینجا جور شده میرن، شما در این مورد امو تشویشی که دولت افغانستان داره و از کدام ناحیه منطقه که داره او را مطرح ساختین با مردم و رهبرای جهان؟ خب یک چیز را باید بگویم که بیانیه حکومت افغانستان که جناب وزیر صاحب امور خارجه را بیان خواد کردن هنوز وقتش بدتر است که تمام امو برنامه ها و راهکارها و پالیسی هایی که حکومت داره و آرمان را داره که باید از دی طریق با جهان صحبت کنه او را ارائه خواد کردن. اما در این جای شک نیست که امروز به همگی معلوم است که روابط اقتصادی، برنامه های اقتصادی متاثر از مسائل امنیتی است. در این قسمت مسائل وجود خواهد داشت که صحبت خواهد شد. هنوز از ما روز 3 است و ملاقات های ما زیادتر جریان خواهد داشت. طبعا مسائل را که ما مطرح میکنیم مسائلی است که از یک دوره گذار از حکومت که در وقتشان ختم شده به یک حکومت منتخب پیش میره، اما موضوعات هماهنگ شده که چگونه باید با جامعه جهانی مسائل مطرح کنن. یکی شما چون در بخش اقتصادی بیشتر با وزارت خارجه افغانستان که همکاری دارین، بسیار مهم است که شما با مردم افغانستانی را شریک بسازین که در بخش اقتصادی چی نوع برنامه های فعلا
وزارت خارجه آیا در دست داره که برای دولت نو که فعالیت آغاز میکنن و جامعه جهانی مامادی عزیز که در دهه تحول که بعد از 2014 آغاز میشه و کمکار واقعا با یک دلیلی بسیار مستند و معقول او را قبول بکنن، چیزی با دست دارین فعلا؟ خصوصا سخنرانی وزیر صاحب خارجه به کدام روز خواهد بودن؟ اینطور معلومات با شما حتما است. وزارت خارجه جمهوری اسلامی افغانستان مخصوصا بخش دیپلماسی اقتصادی 32 مورد پروژه ها و برنامه ها و پالیسی هایی است که باید که مطرح بسازه و ما ایرا باید به حکومت های دیگر انتقال بدیم که موضوع تمویل و همچنان مسائل تطبیقشان است و در ضمن 12 اولویتی است در سطح منطقه، برنامه‌های بزرگی است به شمول رای لاجورد که رای جدیدی است در دهلیز ترانسپورتی که افغانستان وصل میکنه به ترکمنستان، آذربایجان، جورجیا و ترکیه، پروژه پایپلاین تپی که در جریان تطبیقش هستیم، پروژه کاسای گازاه است. یعنی در این مورد فعلا هم صحبت بله، داریم؟ بله کاملا داریم. ما امروز با وزیر خارجه ترکمنستان مجلس داریم، با وزیر خارجه آذربایجان مجلس داریم و از اینکه رای لاجورد طرح افغانستان است امروزشان پیشکش کردیم، ما میخواییم که در قسمت اجرایی شدن از این موضوع بیشتر صحبت کنیم و در قسمت از اینکه توافقنامه چگونه باید پیش بره. مسئله چابهار است که با وزیر خارجه ایران صحبت خواهد کردیم، با وزیر خارجه هندوستان برنامه ماست که صحبت کنیم و همچنان رای ابریشم است و مسائل خط آهن است که در زمره بحث‌های ماست که با وزرای خارجه خود داشتیم. یک سوال اساسی دیگه ایست که شما پیشتر در صحبتهایتان یادآور شدین که رئیس جمهور نو و حکومت نو بر روز دوشنبه آینده که می آید مراسم تحلیفه، یعنی که دولت نو رسما کار آغاز میکنن. بله. و اونا وعده کردن که در 24 ساعت امکان داره که قرارداد امنیتی را با ایالات متحده امریکا امضا کنن. بله. و فعلا تیار وزیر خارجه افغانستان در نیویورک تشریف دارن. بله. و با مقامات امریکایی میتن. فکر میکنیم که در این مورد مسائل را مطرح بسازن با مقامات امریکایی و امادگی زودتر بگیرن؟ برنامه های که وزیر خارجه جمهوری اسلامی افغانستان ارائه کردن او قبل از مراسم تحلیف خود بود. موضوعاتی که مسئله بی سی است و حکومت جدید باید تصمیم بگیره که چگونه او را مدیریت میکنه. درست. بسیار تشکر آقای وایسی که تشریف آوردین به استودیو صدای آمریکا در نیویورک و مسائل مهم سفر هیئت افغانستان با ما شریک ساختین و با بینندگان گرامی. تشکر از شما و بینندگان گرامی. آقای لامی، برمیگردیم به استودیو واشنگتن. مسائل را مهم شما مطرح میکنین، ما میتونیم در جریان برنامه مسائل مهم و اخبار مهم و گزارشات مهمی که میآید ما باتر با شما شریک بشیم. حتما ان شاء الله. تشکر از شما و تشکر از میهمانی گرامیتان.